سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. جمیله شیخی متولد 8 اردیبهشت 1309 در زنجان، هنرپیشه ایرانی بود. او دکترای افتخاری تئاتر رو داشت و مادر آتیلا پسیانی بازیگر است. او تا مقطع دیپلم تحصیل کرد تا اینکه قبل از انقلاب با تئاتر وارد عرصه بازیگری شد. او از کودکی به تشویق پدر و مادرش که خانواده‌ای فرهنگ دوست بودند، در نمایش‌های مدرسه بازی کرد و در دبیرستان به شرکت در جلسات انجمن ادبی و اجرای نمایش می‌پرداخت. اما به صورت حرفه‌ای در سال 36 وقتی 27 ساله بود، زیر نظر شاهین سرکیسیان و دکتر مهدی فروغ وارد تئاتر شد و اندکی بعد به استخدام رسمی اداره تئاتر در اومد. این دختر جوان و علاقمند به تمرینات همچنان ادامه داد و در سال 36 با نمایشنامه پدر برای اولین بار در روی صحنه حاضر شد. او شب اولین اجرا را هنوز به یاد داشت. او در این باره گفته: بسیار مضطرب بودم و زانوهایم می‌لرزید و نمی‌توانستم بایستم. اما بعد از اینکه چند جمله گفتم به خودم مسلط شدم. خانم جمیله شیخی عاشق تئاتر بود. عشقی که سبب شد از 2 سال تعلیم آواز و اپرا چشم بپوشد. آخرین آموزگار آوازش آن زمان تازه از فرانسه آمده بود و به او گفته بود انتخاب کن، با یک دست نمی‌توان 2 هندوانه برداشت. و جمیله شیخی هم انتخابش را انجام داد. او گفت: من به گروه شاهین سرکیسیان پیوستم که دوست نزدیک صادق هدایت بود و در اونجا با جعفر والی، پرویز بهرام، مرحوم بیژن مفید، علیرضا نصیریان و فهیمه راستگار آشنا شدم. در اداره تئاتر با کمک افرادی چون حمید سمندریان، محمد علی کشاورز، عزت الله انتظامی و جعفر والی گروه جدید تئاتر را تأسیس کرد که باعث آشتی مردم با این نوع نمایش ها شد. خانم جمیله شیخی در سال 35 با حلال پسیانی ازدواج کرد و در سال 36 فرزندش آتیلا پسیانی به دنیا آمد. فرزند دوم آنها دختری به نام آتوسا است. خانم جمیله شیخی بازیگر محبوب ایرانی در سال 1339 در سن 30 سالگی با تئاتر خودکشی به کارگردانی علی نصیریان در کنار محمد علی کشاورز جلوی دوربین قرار گرفت. او در همین سال دومین فعالیت تلویزیونی خودش رو با تئاتر بعد از 30 سال تجربه کرد. در این فیلم بازیگرانی همچون جمشید مشایخی، جمشید لایق، اسماعیل شنگله، پرویز کاردان و علی نصیریان حضور داشتند. تا اینکه سال 54 اولین بار در فیلم سینمایی خانه خراب بازی کرد. تا اینکه در سال 54 برای اولین بار در فیلم سینمایی خانه خراب بازی کرد. او در سال 56 اولین تجربه تلویزیونی خودش رو با سریالی به نام لحظه به دست آورد. اما عمده فعالیت او تا انقلاب 57 تئاتر حضور روی صحنه نمایش بود. در سال 61 با فیلم قرنطینه به عرصه بازیگری بازگشت و با سریال طنزآوران در سال 64 در قاب تلویزیون ظاهر شد. اما تئاتر رو فراموش نکرد و همچنان ادامه داد. در نتیجه خانم شیخی در سال 54 نخستین فعالیت سینماییش رو با فیلم خانه خراب با کارگردانی و نویسندگی نصرت کریمی شروع کرد. او در این فیلم در کنار هنرمندانی همچون ژاله سام، مرتضی احمدی، شهلا ریاحی، احمد بخشی و آذر شیوا حضور داشت. خانم جمیله شیخی در سال 64 در سریال طنزآوران جهان به کارگردانی داریوش مؤدبیان در تلویزیون ظاهر شد، ولی او همچنان در تئاتر نمایشی فعالیت می‌کرد. تا اینکه او در سال 72 در سن 64 سالگی با سریال پرطرفدار پدرسالار با کارگردانی اکبر خاجوی در نقش مولود خواهر ملوک ایفای نقش کرد. او در این سریال به شهرت زیادی دست یافت و مخاطبان بسیاری را جذب خود نمود. در این سریال بازیگران محبوبی مانند محمد علی کشاورز، حمید خیرآبادی، آزیتا لاچینی، کتایون ریاحی، سیامک اطلسی، کمند امیر سلیمانی، محمود جعفری، محمود پاکنیت و اکرم محمدی حضور داشتند.
سپس ایشان در سال 73 در سریال همسران به عنوان بازیگر مهمان حضور داشت. او در سال 61 بعد از انقلاب در فیلم سینمایی قرنطینه با کارگردانی مسعود اسداللهی مجدداً به عرصه بازیگری بازگشت. سپس در سال 66 در فیلم پاییزان کاری از رسول صدرعاملی ایفای نقش کرد. جمیله شیخی همزمان با کار در تلویزیون در تئاترهای مختلفی هم برنامه اجرا کرد و با کارگردانهایی چون حمید سمندریان، علی نصیریان، عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، رکن‌الدین خسروی، عباس مغفوریان و جواد والی همکاری کرد. او در این باره گفته اولین کار تلویزیونی هم نمایشنامه‌ای بود به نام مادر به کارگردانی حمید سمندریان. خانم جمیله شیخی برای بازی در فیلم مسافران به کارگردانی بهرام بیضایی در سال 70 که به یادماندنی ترین نقش سینمای اوست سیمرغ بلورین جشنواره فجر را از آن خودش کرد. در سال 75 هم برای فیلم لیلا سیمرغ بلورین دیگری را به دست آورد. ایشان در طول عمر هنری خود دو نمایش تلویزیونی را هم کارگردانی کرد. قلب سرگشته در سال 43 و محکوم به اعدام در سال 50 از جمله آثار او به عنوان کارگردان می باشد. در سال 79 سریال پس از باران به کارگردانی سعید سلطانی آخرین حضور تلویزیونی و سال 80 فیلم کاغذ بیخط به کارگردانی ناصر تقوایی آخرین کار سینمایی او بود. او در مصاحبه‌ای گفته بود اولین کار تلویزیونی هم نمایشنامه‌ای بود به نام مادر به کارگردانی حمید سمندریان. در اون زمان 29 سال داشتم و اکثر خانم‌ها دوست داشتن نقش جوان‌ها رو بازی کنن. اما برای من جوان و پیر اهمیتی نداشت و با کمال میل این نقش رو پذیرفتم. دکتر مهدی فروغ ما رو طوری تعلیم داده بود که به نقش کوچک و بزرگ اهمیتی نمیدادیم. نقش کوچک هم مال هنرپیشه است. اما متاسفانه به محض اینکه یک نقش کوچک به بازیگران پیشنهاد میشد قبول نمی‌کردن. من هیچ وقت برای بازی در نقش کوچک نشدم. اون وقتها برای بازی در هر نمایشنامه تلویزیونی 250 تومان دستمزد می‌گرفتیم. یک بار علی نصیریان پیشنهاد یک نقش کوچک به عنوان خدمتکار منزل رو به من کرد. او گفت که این خدمتکار یک بار فنجان‌های قهوه رو می‌آورد و یک بار هم می‌برد. قبول می‌کنی یا نه؟ گفتم با کمال میل. من برای اینکه کمک او باشم پذیرفتم و نصیریان هم لطف کرد و همان 250 تومان رو به من پرداخت کرد. من نقش‌های مثبت زیادی رو بازی کردم اما نمیدونم چرا همه من رو بیشتر به خاطر نقش‌های منفی میشناسن. خب شاید نقش منفی بیشتر در ذهن مردم باقی میماند. من تمام نقش‌هایی رو که بازی کردم دوست داشتم. آخرین فیلم جمیله شیخی تا سال 71 فیلم مسافران ساخته بهرام بیضایی بود که در یک نقش مثبت ظاهر شده که بسیار از اون راضی است. او در این باره گفته مگر می شود با بهرام بیضایی کار کرد و راضی نبود. این اولین تجربه مشترک من هست. او پس از این فیلم در فیلم های ماه و خورشید در سال 74، لیلا ساخته داریوش مهرجویی در سال 75، بلوغ ساخته مسعود جعفری جوزانی، عینک دودی محصول سال 78، همسر دلخواه من در سال 79، و آخرین فیلم او یعنی کاغذ بیخط به کارگردانی ناصر تقوایی محصول سال 80 به ایفای نقش پرداخت. در نهایت خانم شیخی در روز چهارشنبه دوم خرداد سال 1380 در سن 71 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت. پیکر ایشان 4 روز بعد تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.